بسم الله الرحمن الرحیم. با تعقیب به درس‌های گذشته درس امروز هم از قسمت برنامه ورد آغاز می‌کنیم. روز گذشته ما شما مینوی ریویو را مورد مطالعه قرار داده بودیم و درس امروز از قسمت برنامه ویو آغاز می‌کنیم. خب نخواست ما داریم در قسمت رید مود. وظیفه رید مود چیست؟ بچه‌ها متوجه باشین. در قسمت یک متن داریم. اگر میخواین که ایمیل شما به خانش بگیریم، پس از قسمت از رید مود ما استفاده میکنیم. ببینید فعلا یک صفحه است، خوب متوجه باشید بچه ها، فعلا یک صفحه است. پیج وان اف وان میایم از قسمت رید مود. چی از قسمت رید مود انتخاب میکنیم و چی هم از قسمت بالایش کلیک کنیم. ببینید فعلا چند صفحه شد، دو صفحه. اینا رو میتونیم که ایمیل به شکل خوب و بهتر بخونیم. تا این ما تغییرات وارد نمیتونیم، فقط سید قسمت هم میگه The modification is not allowed because the document is open for viewing only. یعنی تنها فقط بخاطر دیدن است. میتونید تنها این تو بخونید، بخونش بگید. پس ما از قسمت چیز قسمت پرنت لی آوت انتخاب کنین و چیز قسمت ویو آمده و از قسمت برش پرنت لی آوت انتخاب میکنین. خب از قسمت برش پرنت لی آوت انتخاب میکنین. خب بعد از این مدارین در قسمت پرنت لی آوت. پرنت لی آوت یعنی شکل چاپ ها بخواد میگیره. یعنی هر چی که شما درش میکنین میده چاپ هم میایه. وظیفه پرنت لی آوت است. دیگه داریم در قسمت ویب لی آوت، شکل اینترنت آف. اگر میخوای که شما کدام نوتان زمینه اینترنت یا سایت تا مو دفتر دارن بسازین، پس از این قسمت ویب لی آوت انتخاب میکنین. اگر من در قسمت پرنت لی آوت یک چاپ میکنم یا یک درج میکنم، حالا ما اگه ویب لی آوت دیم ببین فعلا چند خط، چندین خط هست. اینا رو وقتی که ما ویب لی آوت بگیرم ببین خطا کوچک شد، یعنی به تنظیم میشه. اگر میخوای که با ترتیب نشه کنین، پس نخواست ویب لی آوت انتخاب میکنم و بعد از اون متن درج میکنم. شکلی بود وظیفه ویب لی آوت. خب معمولا بچه ها همیشه وقت در وقت درج مطالبتان شکل پرنت لی آوت انتخاب کنید، چون این استاندارد است. دیگه در یک قسمت اوتلاین. وظیفه اوتلاین چیه بچه ها متوجه باشن، و اوتلاین همیشه با تجزیه استفاده میشه. فرض مثال نوشته میکنم افغانستان، این یک معلومات درباره افغانستان. نوشته میکنم فرض مثال پاکستان یا ایران، یک معلومات درباره ایران. دیگه ایندیا، هندوستان، یک معلومات درباره هندوستان. میایم در قسمت ویو اوتلاین. نخواست یک از بنداری ما پروموت و دیموت. فعلا ببین آیا خود عنوان از متن اصلی کدام فرق داره؟ ندارم. اگر میخوای کنار اینمی عنوان از من تسلی فرق شود، پس در قسمت کنسل تانا میگذارین از قسمت پروموت منو ببینه فرق کرد. از قسمت بالای کنسل تانا میگذارین و پروموت پروموت اینا را خود عنوان از من تسلی یک فرق کرد. چی از این قسمت انتخاب پروموت یا چی از یه کنار فرق ندارم. وظیفه دیموت چیست؟ حال میخوای که شما اینمی عنوان مثلا این دیگه عنوان میگین نیست، من میخوام که از آلت عنوان خارج بسازم، پس از این قسمت آمده ایره پس برش میگیم دیموت، پس در آلت عنوان خارج شد و پس پروموت، پس با آلت عنوان برمیگرده. دیگه دیگه قسمت داریم موف اپ و موف داون. وظیفه یه چیز بچه ها متوجه باشین. دیگه قسمت بدارم فرض مثال کابل، کابل مزار. فعلا میخوایم که کابل هم بالا قرار بتام، پس انتخابش میکنی یا که همون قسمت کنسلتون رو میگذارین و موف اپ میگه کابل به بالا انتقال کرد. مزار رو میخوایی به بالا انتقال موف اپ با. یا میخوایی کابل در پایین قرار بدی و مزار رو بالا، پس همون قسمت کنسلت رو بگذار و از این قسمت بشه موف دام کابل پایین آمد. دیگه در این قسمت اکسپان و کالپس. وظیفه چیز متوجه باشین، نخواست میایین متن انتخاب میکنین همین پاراگراف دانه. بعد از اینکه انتخاب کنین از قسمت شو لیول آمده بایده آل لیول قرار میتونیم. لیول وان ببینین یا هر کدام از یا جز هست، مثلا افغانستان هست لیول وان قرار میتونیم، کابل جز افغانستان هست لیول تو، شهرنو جز کابل هست لیول هست، به شکل لیول به لیول جز به جز قرار داده میره اینا لیول ها، یعنی وظیفه جز دارم. خب اینجا آل لیول هست انتخاب میکنین. بعد از اینکه لیول هست انتخاب کنین در قسمت دیده ببینین فرشان چی کرد کالاپسش کرد. اینا رو ببینین خود هم فهرست قرار داد و هم در خود فهرست مطالبتان را گنجانید.
یعنی حالا ببینید، اگر میخواین که مطالب افغانستان رو ببینید، پس از اکسپن برش ببینید، اکسپن مطالب افغانستان دید. وقتی خان یعنی وظیفتان خلاص شد، کارتان تمام شد، پس را کالاپس کنید. بعد برات فرست دارم از ایران رو میخوایی بخوانید بالاش پس بایش کنید. شارتکت ایزا کجاست؟ در بالی هر انوان میپید یک قسمت علامه مثبت هست، بالا زیم دبل کلک کن برات مطالبش آمد، بعد دبل کلک کن پسی اکسپن میشه. ای بود وظیفه ازی. دیگه یک قسمت دارم شو تکس فارمتینگ، وظیفه ازی چیز بچه شما توجه باشین. فعلا میبینید خود نمی عنوان از یعنی فرمت عنوان با فرمت مطالب عنوان فرق داره. اگه میخواهید که نمی از بین ببرید نمی فرق یا دفرنت از این قسم آمده شو تکس فارمتینگ ایره انچه کنید. حال زمان که انچه کردید ببینید حالش کنه فرقه نداره. اگر میخواین که یک فرق باشه پس از خودم پس را چک میکنم، یعنی الان اونمو چیزش فرقه. فعلا درباره مثلا دیگه قسم از اکنون وان داری درباره معلومات بیشتر میتونیم ببینیم. نمیدیم چیز تانا خراب میکنه، یعنی شکل همین پرگاه تانا خراب میکنه. یعنی الان میخواین که شکل خراب نسازه پس من دیگه قسم از شو فرست لاین اونلی انتخاب چک کنید. بعد از اینکه چک کنید انال بی ای مکمل کلش ده خط گنجانی داره میشه، ده خط گنجانی میشه اما داخلش نقطه نقطه میمانه، یعنی ادامه داره به چه شکل به این شکل. ببینید مکمل کلش ده خط گنجانی در مورد قسمت نقطه نقطه یعنی ادامه داره. اگر میخواید که ادامه ایزره ببینید باز دقیق قسمت بشه و فرس لاینونی چک. بعد از چک کردی اینه بخوان وقتی که کار تمام شد پس دیران چک چک کشکو که شکل یعنی پاراگراف تو منظم باشه. شو داکیومنتس فعلا می دقیق قسمت کدام عنوانای دیگر میبینید؟ نه. اگر میخواید که عنوانای دیگر رو ببینید بین از قسمت شو داکیومنت بالای زی کلیک کنید، اینجا نمونه دیگه اضافه میشه. فعلا ببینین ما اگه پرینت پریویو کنم تمام از ده صفحه است. اینا رو من میگم نه افغانستان ده صفحه باشه، کابل ده صفحه و به شکل اینجا ان ده صفحه. پس به خاطر از این انتخاب میکنین، بعد از اینکه انتخاب کردین میاد یک قسمت کریت سب داکیومنت بالای زی کلیک کنین، اینا افغانستان رو میبینین بالای زی دبل کلیک کنین. حال ببینید این حال پرینت پریویو کنید افغانستان ده اکس افغانمت. پس تک داکیمنت قبلی می اگر میخواید که ایران هم ده اکس افغان باشه باز میرین انتخاب میکنید از این قسمت کرید. ببینید قبلا کالاب سب داکیمنت فعال نبود، هر وقت که شما یک کرید سب داکیمنت کنید باز اوست کالاب سب داکیمنت فعال میشه که وظیفه زیر هم بر شما میگم. خب ایران انتخاب میکنیم برای هم یک سب داکیمنت میگیریم، ایران هم انتخاب میکنیم و برای هم یک سب داکیمنت کردیم. اینا رو سب داکیومنت ها خریه چه چطور اینا رو بتاریم که نمی سب داکیومنت ها رو از بین ببریم؟ برازه که اینا رو از بین ببریم نمی سب داکیومنت ها رو میرین از قسمت پایینی خط از قسمت پایینی چوکات انتخاب میکنین متن رو. بعد از که انتخاب کردین اینا رو بین کالاپس داکیومنت ها چک کنین، اوکی سیفش کنین در استاپ برنامه افغانستان سیف. اینا رو ببین از حالت سب داکیومنت برامت دیگر در یک قسمت انزرت. خب قبل از در یک قسمت ما یک سب داکیومنت انزرت نکنه که برای ازی خب در یک قسمت درش میکنیم کابل این محتویاتش مزار محتویاتش. خب ما به این شکل نشانیم با شما میشه که هر مطلب تونه که کدام عنوان داشتین یا کدام چپتر تایپ میگه باید قسمت نشه انتخاب کنیم. میمیم در قسمت ویو اوتلاین کابل هم پروموت مزار و هرات. میمیم در قسمت شو داکیومنت ایره فعال میسازم. نخست میمیم در این قسمت میره بالایز کنسر خودم میگذارم. من میخوایم که به کابل یک چیز زیاد کنیم، یعنی من قبل از او درباره کابل یک پاراگراف منوشته کردیم، میخوایم که زمینه کابل بسازم. خب میام از قسمت انزرت میکنم انزرت فرض مثال از قسمت ما میخوایم که اینی اسد یا سی جوانه یا که فرض مثال راوتره با او زمینه بسازم. پس اوپن میکنم اینا زمینه مزار چی شد اوپن مکمل کل از زمینه زمشت. خب بسیار زیاد هست ما یک چیز دیگر انزرت میکنم
قبل از اینجا یک چیز درش میکنیم، یک پاراگراف نوشتن میکنیم و در این دسکتاپ سیف میکنیم. بعد از یک سیف که میدار میم در داکیمنت اولی خود میگم انزرت کو چی را از یک دسکتاپ اینی را اوپن اینا را ببینیم اونمو زیمی از این شد. فعلا ببینیم باین از یو از یک لینک وجود داره. اگر میخوای که می لینک از باین ببری، یعنی این میخواد چهار طرف میخوای از باین ببری، به از قسمت برای زی ان لینک ان لینک این آل بی اونمو رابطه باین از یو از یو نیست. خب دیگه در این قسمت مرچ، وظیفه مرچ چی هسته؟ خب من این انتخاب میکنم، بعد از اینکه انتخاب کنیم میام در این قسمت یک سب داکیمنت برای زی هم یک سب داکیمنت و برای زی هم یک سب داکیمنت ایجاد میکنم. برازی هم یک سب داکیمنت من ایجاد میکنم. ما میخواییم که نیم سه سب داکیمنت یک سب داکیمنت بسازم، یعنی مکمل کل از اینا را مرش کنم یک جای کنم. فعلا میرین بالا از اینی علامه شما کلک کنیم، این یک انوان هست مکمل کلش مربوطه کابل میشه. بالا مزار دبل کلک کنیم، علاوه در این قسمت علامه ای یک انوان و بالا هرات هم دبل کلک کنید بالا می علامه ایده یک صفحه. اینا رو میخوایم کنید در یک صفحه باز شد، یعنی در یک داکمنت. پس به خاطر از او به اینا رو انتخاب کن از این قسمت، از قسمت بیرون از این خط در یک قسمت کنسر در بگذار، این رو انتخاب کن مکمل کن تمام شد. بعد از او که انتخاب کردی به از این قسمت مرج بود که این مرج گفتی کنید یک داکمنت میشه مرج میبی کنید چی شد یک داکمنت. اینا رو بالا از دبل کلک کن، کل از این فعلا در یک داکمنت باز شده مکمل، کلش در یک داکمنت چی شد باز شد. خب اینا رو ما میخواییم که پس اینا رو یعنی از هم جدا بسازیم. برای از اینکه از هم جدا بسازیم این انتخاب میکنی مزار نخواست، بعد از این اسپلایت بگو اینه ای یک صد داکمنت، این هم بیا انتخاب کو، این هم اسپلایت بگو و این دیگه صد داکمنت. در این قسمت کنسرت رو بگذار بیا و این از این قسمت باز کو. مال دی داکمنت ببین هر تغییرات وارد کرده میدارمه به شکل ما میخوایم که قفل شه که مدیگه دیگه دی تغییرات کسی وارد کرده نتانه. پس برازی می دی قسمت بالای از کنسرت هم میگذاری امی ما پارگراف انتخاب میکنی، بعد از اینکه انتخاب کردی بیا دی قسمت لاگ داکمنت بگو. خب قبل از اینکه ما باید سیف کنیم یک بار دات استاپ سیف، حال بیره لاگ دی داکمنت بگو. اینا دی قسمت بیا علامه لاگ ظاهر شد. اینا رو در نیمی پارگراف بی فیلان کس تغییرات آورده نمیتونه، مرش کنده کس تغییرات آورده نمیتونه. View Outline Show Document و ای بود مربوط درس Outline. درس ما با همینجا با پایان میرسه، متابقی مینوی View را انشاءالله روز بعد موارد مطالعه قرار میده.